به نظر میاد امروزه همه ما باید در مورد آلزایمر یه اطلاعات اولیه و اساسی داشته باشیم چون این اطلاعات میتونه هم به کسانی کمک کنه که آلزایمر دارن و هم به اونهایی که آلزایمر ندارن و دوست ندارن که آلزایمر بگیرن بیماری آلزایمر یه بیماری پیشرونده مغزیه که منجر به از دست رفتن حافظه کوتاه مدت از دست رفتن توانایی های مربوط به شناخت چیزها، خاص یا موقعیت های مختلف و از دست رفتن توانایی نشان دادن رفتارهای مختلف شده و حتی در روند خواب تغییراتی رو ایجاد میکنه و تقریبا 54 درصد از جمعیت جهان رو درگیر خودش میکنه جالبه بدونید که تقریبا 20 درصد از مبتلایان به این بیماری به دلیل داشتن ژن این بیماری بهش مبتلا شدند. در واقع یه ژنی در آدم ها میتونه وجود داشته باشه به نام APOE یا APOE APOE در واقع مولکولیه که خیلی کارها انجام میده اما در ارتباط با مغز کارش اینه که میزان کلسترول مغز رو در سطح بخصوصی نگه میداره به این شکل که هم کلسترول رو به مغز انتقال میده و هم مغز رو از کلسترول های اضافی تمیز میکنه این ایپوی ای سه مدل داره ایپویی ای دو، ایپویی ای سه و ایپویی ای چهار اگه شما ژن ایپویی ای دو رو داشته باشید یعنی یه سیستم حمل و نقل سریع برای جابجایی جایی دارید و خیلی سریع کلسترول لازم به مغزتون میرسه یا خیلی سریع مغزتون از کلسترول های اضافی تمیز میشه تنها پنج درصد از مردم جهان این نو ژن رو دارن و این آدما خیلی بعیده که اصلا آلزایمر بگیرن اما اگه شما ژن ایپوی ای, ای سه رو داشته باشید میشه گفت یه سیستم حمل و نقل معمولی قابل قبول برای نقل و انتقال کلسترول مغز دارید اما با این ژن شما هم در معرض مبتلا شدن به آلزایمر قرار ندارید افراد مستعد به ابتلا به آلزایمر اونایی هستند که ژن ایپوئی ای چهار رو داشته باشن. تقریبا 20 درصد از مردم جهان ژن ایپوئی ای چهار رو دارن و افراد در معرض ریسک محسوب میشن. حالا ممکنه که شما سوال کنید کلسترول چه ربطی به آلزایمر داره؟ خب واقعیت اینه که 25 درصد از مغز ما از کلسترول ساخته شده تازه سلول های مغزی کلسترول هم می سازن. کلسترول به دلایل زیادی در بدن باید وجود داشته باشه فقط هم نه کلسترول کلن مغز ما به یه سری از چربی ها واقعا نیاز داره میشه گفت در کل 65 درصد از مغز از چربی شکل گرفته. مثلا پوشش و غلاف رویی بخشی از سلول های عصبی حتما باید از جنس چربی باشند برای انتقال پیام در منطقه سیناپس یعنی برای انتقال پیام در منطقه فاصله بین نورون ها وجود چربی لازمه و این چربی در مواقع استرس و فشارهای روانی به سلول های عصبی کمک میکنه که بهتر اون فشار کاری رو که باهاش روبرو هستند تحمل کرده و باهاش سازگاری پیدا کنند بنابراین معمولا آلزایمر از یه طرف در اثر کمبود کلسترول در دسترس نورون ها و از کار افتادن نورون ها ایجاد میشه و از طرف دیگه به دلیل عدم پاکسازی کلسترول اضافی درون مغز و پلاک گذاری یا همون تجمع توده های کلسترول و ایجاد مانع در برقراری ارتباط بین نورون ها ایجاد میشه. اما فقط هم اینا نیست این جن جلوی جذب گلوکوز در سلول های عصبی رو هم میگیره و به این ترتیب غذا به نورون ها نمیرسه اجازه بدید در این مورد بیشتر توضیح بدم اگه بخوام اون چرا که در طی رخ دادن بیماری آلزایمر اتفاق میافته به زبون ساده بیان کنم باید بگم مغز از نورونها، ها یعنی از سلول های عصبی تشکیل شده این نورنها رو میشه سیمهای بیولوژیکی در نظر گرفت که سیمپیچی الکتریکی بدن و مغز ما رو به وجود میارن. تمام احساسات و دریافتهای ما از جهان با تحریک های مختلف بدن، انتقال اون تحریک ها به مغز، تجزیه و تحلیل اونها در مغز و در نهایت شکلگیری ادراک صورت میگیره. حالا این نورون ها و سلول های عصبی برای انتقال پیام های عصبی به همدیگه متصل نیستند. بین نورون ها یه فاصله کوچیکی وجود داره به نام سیناپس و به منظور انتقال ارتباط و پیام از یه نورون به نورون دیگه در منطقه سیناپس یه جور ضربات الکتریکی ریز یا به عبارت دیگه تپش های الکتریکی ضعیفی شکل میگیره حالا نکته جالب در مورد مغز اینه که کلا دو درصد از بافت بدن در مغز جای گرفته اما 20 درصد از سوخت و انرژی مصرفی بدن در مغز خرج میشه حالا مغز نمیاد سوخت و انرژی بدن رو اینجوری خرج کنه که مثلا مثل قلب حرکات ضربانی داشته باشه یا مثل ماهیچه ها اون انرژی رو خرج سفت شدن و انقباز پیدا کردن کنه یا کار شبیه کلیه هم نیست که میاد خون رو تصفیه میکنه یا شبیه جگر هم نیست که اعمال مربوط به سوخت و ساز بدن رو انجام میده کاری که واقعا مغز انجام میده اینه که مواد شیمیایی رو میگیره و تبدیل میکنه به انرژی الکتریکی و به این شکل سیگنال های اطلاعاتی رو از مناطق مختلف مغز رد میکنه تا تاثیرات مختلفی رو در بخش های مختلف کل بدن ایجاد کنه یعنی مغز یه ارگان یا یه اندام الکتریکیه خب حالا پایه و اساس آلزایمر چیه کوچک شدن و لاغر شدن نورون ها که منجر به از بین رفتن سیناپس ها میشه. حالا چرا نورون ها لاغر میشن؟ چون تا سرحد مرگ گرسنگی میکشن. چون نمیتونن درست و حسابی گلوکوز دریافت کنند. خب قضا و سوخت مصرفی نورون ها گلوکوزه یعنی یه سری از نورون ها با دریافت نکردن گلوکوز در دراز مدت کم کم لاغر و ضعیف میشن و دیگه در سیناپس ها یعنی در فاصله بین نورون ها هیچ ضربان الکتریکی برای انتقال اطلاعات صورت نمیگیره و این انتقال پیدا نکردن اطلاعات یعنی آلزایمر به زبانی ساده در یه مغز نرمالی که فقط پیر شده جذب گلوکوز ده درصد کمتر از قبلش میشه اما فقط در لبه پیشانی لبه پیشانی همون بخشی از مغزه که شبیه یه سویچ رلی کار میکنه که مربوط میشه به تصمیمات اجرایی شما مثلا در حل مسائل بهتون کمک میکنه در صورت پیری نرمال حتی با وجود اون ده درصد جذب کمتر گلوکوز ممکنه که شما هیچ مشکلی در شناخت هر اون چیزی که قابل شناخته شدن نداشته باشید چون همچنان یه عالم بافت مغزی دارید که میتونید ازشون بهره برداری کنید اما مغزی که دچار آلزایمر شده فرق میکنه ما نه تنها یه عالمه عدم جذب گلوکوز در لبه پیشانی داریم بلکه در بخش های مربوط به حافظه کوتاه مدت و بخش های جداری مغز هم با این مشکل مواجهیم یعنی بخش های بیشتری از مغز درگیر این آسیبه و گلوکوز خیلی کمتری به منظور تغذیه در دسترس سلولهای مغزی هست و همین منجر به گرس نموندن سلول های مغزی میشه اما نکته دیگه ای که باید بهش اشاره کرد اینه که این که ما فکر میکنیم آلزایمر تنهای مشکل مغزیه و در مغز شروع میشه و در مغز پیشرفت میکنه و به بقیه اندامهای بدن کاری نداره تحقیقات اخیر نشون میدن که آلزایمر از کبد شروع میشه یکی از کارهایی که کبد باید در بدن انجام بده اینه که باید یه مولکولهایی به نام آمیلوئید بی یا پلاک های آمیلوئید B رو از بدن پاکسازی کنه این مولکول مثل ماده زائد و آشغالی میمونه که باید از بدن جمع و جور بشه و جلوی انتشارش به بقیه بخش های بدن گرفته بشه اما گاهی به دلایلی کبد نمیرسه که این مولکولها رو جمع جور کنه و بدن رو پاکسازی کنه مثلا در صورتی که فرد کبد چرب داشته باشه در صورتی که فرد سیروز کبدی یا بافت ناجور کبدی داشته باشه یا در صورتی که در فرد التهاب بدنی یا بیماری دیابت یا سندروم متابولیک وجود داشته باشه و کبد به سختی بتونه بره دنبال جمع کردن اون مولکولهای زباله این مولکولها ها در بدن منتشر میشن و به مغز راه پیدا میکنند در صورتی که فرد هیچ علائمی نداره و شاید 20 سال این روند باقی موندن های زباله در بدن ادامه پیدا کنه و بعد زوال عقل آغاز بشه حالا در این مورد باید چی کار کرد؟ خب قبل از هر چیز از کبد خودتون مراقبت کنید. فرض کنید شما متوجه شدید که علائم زوال عقل داره در شما شکل میگیره. مثلا میرید توی یه اتاقی و یادتون میره که اصلا واسه چی اومدید توی اون اتاق. کلیدتون رو گم میکنید یا هر علائم دیگه ای. کاری که باید انجام بدید اینه که فورا کبدتون رو چک کنید. چند تا کار هست که انجامشون خیلی مهمه. یه نمک صفراوی به خصوص هست به نام تودکا این ماده به طور طبیعی به مقدار کم در بدن وجود داره و توانایی اینو داره که اون مولکول‌های های زباله یعنی آمیلوئیدهای های بی رو از هیپوکامپ جمع کنه. هیپوکامپ رو میشه سویچ رله کردن در دیتابیس یا همون بانک اطلاعاتی مغز در نظر گرفت همون بخشی که کمک میکنه چیزهای مختلفی رو به یاد بیاری و همون بخشی که بهش میگن حافظه فضایی حالا وقتی که شما یه رژیم غذایی کم رو دارید کم کم نمک های صفراوی بدن شما خشک میشن یا اگه به دلیلی روده شما باکتری های مفیدش رو از دست بده بازم بدن شما نمیتونه نمک صفراوی تولید کنه به همین دلیل هم هست که بین روده و مغز ما ارتباط حساسی وجود داره یعنی اونچه که در روده ها اتفاق میفته مستقیما روی مغز تاثیر میذاره البته در روند بیماری آلزایمر رخدادهای دیگه‌ای هم در جریان هست مثلا بر طبق تحقیقات در حضور کلسترول های اضافی که از مغز تمیز نشدن و به اشتباه روی نورون ها توده هایی را ایجاد کردند توده ها و پلاک های آمیلویدی بی هم بیشتر ایجاد میشن و ما رو بیشتر درگیر بیماری آلزایمر میکنند. یا وجود گلیکاسیون یعنی یه مدل دیگه از پروتئین های چسبنده در مغز که بعضی از ارتباط سلول های مغزی رو مسدود میکنند یا فقدان اکسیژن در مغز اکسیژن موجود در مغز غالبا خرج اکسیداسیون و سوزوندن گلوکوز میشه و تا حد زیادی دلیل اینکه ما اکسیژن زیادی لازم داریم هم همینه آزمایش های خاصی هست که میتونن اندازه مصرف اکسیژن مغز یا اندازه مصرف گلوکوز مغز رو حساب کنند. حالا برفرض اگه شما میخواید متابولیسم یا سوخت و ساز گلوکوز مغزتون رو چک کنید باید در صورتی که دکترتون هم بخواد آزمایش میزان متابولیسم مغزی گلوکوز رو انجام بدید چرا که در واقع شروع آلزایمر در سنین 20 -30 سالگی صورت میگیره بدون اینکه هیچ علامت قابل تشخیص ظاهری وجود داشته باشه در صورتی که اگر آزمایش سوخت و ساز گلوکوز یا اکسیژن مغز انجام بشه میشه به وجود این مشکل پی برد و یه نقطه ای از مغز هستش که این مشکل بیشتر روش تاثیر میذاره منظورم هیپوکامپه بنابراین اگه هیپوکامپ آسیب ببینه آدم در این موضوعات مشکل پیدا میکنه در یادآوری خاطرات، در یادگیری و همچنین حافظه‌ای که مربوط به درک ما از فضاست. مثلا طرف یادش میره که ماشینش رو کجا پارک کرده یا کلیدش رو کجا گذاشته. در خیلی در سنین پایین مشکلات مربوط به یادآوری شروع میشه اما به این نکته توجه نمی کنن که چنین مشکلاتی ممکنه نشونه هایی از آغاز بیماری آلزایمر باشه. یه نکته دیگه ای که در مورد مغز آلزایمری وجود داره اینه که در مغز انسولین کمی وجود داره اما بیرون از مغز در جاهای دیگه بدن میزان انسولین بالاست منظورم اینه که در بدن و بیرون از مغز گلوکوز خون بالاست در صورتی که در درون مغز علل خصوص در نورون ها گلوکوز کمه یعنی در آلزایمر شرایط گلوکوز بدن و مغز مخالف هم دیگه است واسه همینه که احتمالا شما هم تا حالا شنیده باشید که میگن بیماری دیابت یعنی مرض قند و بیماری آلزایمر با هم دیگه میان. رفیق همن یعنی یه چیزایی در هر دوی این بیماری ها مشترکه. مثلا در هر دوشون مقاومت به انسولین وجود داره. البته من قبلا در یه ویدیوی کوتاه در مورد مقاومت به انسولین توضیح دادم. حالا سوال اینه که ما میتونیم با این اطلاعات چیکار کنیم؟ مثلا فرض کنید که شما یک کسی رو میشناسید که آلزایمر داره و میخواهید از خودتون مراقبت کنید که آلزایمر نگیرید. خب چند تا چیز هست که باید بهش توجه کنید. اگه شما از جمله کسانی هستید که از لحاظ ژنتیکی مستعد بیماری آلزایمرید، تا جای ممکن باید از نوشیدن الکل خودداری کنید. چون الکل میتونه این ژن رو تحریک کنه و فعالش کنه. از سیگار کشیدن هم پرهیز کنید چون سیگار هم میتونه این ژن رو فعال کنه. عامل بعدی که میتونه در پیشگیری از ابتلا به آلزایمر تاثیر داشته باشه ورزش کردنه. ورزش دائم و پیوسته میتونه کمک فوقلادهی در پیشگیری از این بیماری باشه. اصلا ورزش به تنهایی میتونه جلوی لاغر شدن و کوچیکتر شدن هیپوکامپ رو در مغز بگیره ضمن اینکه کمک میکنه در مغز شما سلول های جدیدی رشد کنند. اگه قند خون شما بالاست که البته غالبا قند خون همه آدم هایی که رژیم های غذایی سالم ندارن بالاست ممکنه که در مغز به اندازه کافی گلوکوز برای مصرف نداشته باشید اما نتونید از کیتون ها که مولکول های مهم دیگه جهت تغذیه نورون ها هستند استفاده کنید سلول های مغزی عاشق تغذیه با کیتون ها هستند اصلا کیتون ها غذایی هستند که سلول های عصبی اونها رو به گلوکوز ترجیح میدن. به طوری که اگه در خون شما هم کیتون وجود داشته باشه هم گلوکوز بدن شما ترجیح اولش اینه که از کیتون برای تغذیه استفاده کنه. استفاده از کیتون ها اکسیژن مغز رو بالا میبره بالا رفتن اکسیژن مغز تولید نورون ها رو هم بالا میبره بعد بالا رفتن میزان تولید نورون ها میزان آنتی اکسیدان ها رو هم بیشتر میکنه بالا رفتن میزان آنتی اکسیدان ها التهاب ها رو پایین میاره و توانایی مغز در شناخت چیزهای مختلف رو بالا میبره در رژیم های غذایی که در اونها بیشتر کربوهیدرات وجود داره غذای مصرفی سلول های بدن هم میشه گلوکوز اما موضوع اینه که اگه گلوکوز و انسولین خون بدن شما بالا باشه سلول های مغزی نمیتونن از کیتون ها هم به عنوان منبع غذایی استفاده کنن یعنی مشکلی میشه که تنها منبع تغذیه سلول های عصبی گلوکوز گلوکوزی که از اون میزان خیلی کمی در مغز و در دسترس سلولهای عصبیه حالا چیکار کنیم که از این اتفاق پیشگیری کنیم یا اگه علائمش رو داریم تلاش کنیم که کم بشن کیتون ها باید شروع کنیم به اینکه مغزمون با کیتون ها تغذیه کنه کیتون ها میتونن مورد تغذیه نورون ها قرار بگیرن و آسیب های کم احتمالی ایجاد شده در سلول های عصبی رو هم تا حدی ترمیم میکنند حالا چجوری میشه با کیتونها ها تغذیه کرد؟ باید از رژیم های غذایی استفاده کرد که کربوهیدرات زیادی ندارند. رژیم های یا اون رژیم های غذایی که با عنوان رژیم سلامتی کیتو شناخته میشن. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که روزه بگیریم. البته منظورم از روزه فقط نخوردن طولانی مدت غذاست. باید به اندازه کافی در اون مدت آب مصرف بشه. در یه همچین رژیم هایی بدن شما شروع میکنه به سوزوندن چربی بدنتون اون چربی رو تبدیل میکنه به کیتو و با همون کیتو سلول های عصبی شما تغذیه میکنند در صورتی که تشخیص دکتر بر این باشه که زوال عقل و یا آلزایمر در شما شروع شده شما میتونید مستقیما کیتون رو به صورت مکمل های غذایی یا نمک های کیتونی مصرف کنید این مکمل ها تا حدی گرونن اما در صورتی که علائم آلزایمر داشته باشید ارزش این هزینه رو دارند ضمنا از روغن MCT هم میتونین استفاده کنید روغنی که میتونه در کبد خیلی سریع تبدیل به کیتون بشه و کیتون مورد نیاز مغز رو فراهم کنه بعد نیست اینو هم بگم که اونایی که داروهای چربی خون مصرف می کنند از اونجایی که این داروها کلسترول خون رو کاهش میده ریسک ابتلا به زوال عقل هم در اون افراد بیشتر میشه. در نهایت اینو هم بدونیم که برای درمان آلزایمر هنوز یه راهکار عمومی و کاربردی پیدا نشده. گاهی اتفاق افتاده که یه روش درمانی که برای بعضی از بیماران جواب داده، حال یه سری بیمار دیگر رو بدتر کرده. یکی از راه های درمان آلزایمر اینه که اون زباله های متابولیکی یعنی اون مولکول های آمیلوئید رو یکی یکی پیدا کرد و از شرشون خلاص شد. اما بعضی وقتا تلاش برای از بین بردن اونها فقط وقت تلف کردنه بنابراین در مواجهه با بیماری آلزایمر بهترین راه درمان پیشگیری از ابتلا به این بیماریه اگه این ویدیو به نظرتون مفید بود لطفا لایک شیر سابسکرایب و کامنت یادتون بمونه ضمن اینکه لطفا حتما این زنگوله رو هم فعال کنید